در حدود 2 ساعت پیش سران کشورها و نهادهای بین‌المللی از 90 کشور و نهاد بین‌المللی اینجا در قله‌ای که پشت سر من می‌بینید یک کنفرانس عظیمی رو آغاز کردن. برنامه با خوشامدگویی به هیئت‌هایی که از کشورهای مختلف اومدن آغاز شد، اما ولادیمیر زلنسکی در اولین دیدار دو جانبش با کامالا هریس دیدار کرد و در این نشست زلنسکی به این اشاره کرد که در واقع اوکراین خواستار صلح هست و جنگ انتخابش نیست و جنگ چیزی است که روسیه بر او تحمیل کرده. خانم هریس هم به این اشاره کرد که آمریکا از طرف آقای بایدن تعهد کامل ایالات متحده آمریکا رو برای برقراری صلح در اوکراین و کمک به اوکراین یک بار دیگه بیان کرد و از کمک 1.5 میلیارد دلاری جدیدی که برای منظورهای تامین انرژی و مقاصد بشردوستانه آمریکا به اوکراین تخصیص داده صحبت کرد و یک بار دیگه تاکید کرد که در تمام این پروسه تا بازسازی اوکراین ایالات متحده در کنار اوکراین خواهد بود. خود شما هم اشاره کردی از نهادهای بین‌المللی مختلفی در این نشست شرکت کردن، از سران اتحادیه اروپا، سازمان ملل، حدود 50 کشور در رده رهبران در اینجا حضور پیدا کردن، از جمله امانوئل مکرون، صدر اعظم آلمان اولاف شولز و خیلی از کشورهای دیگه که رؤسای جمهورشون اومدن. اما کشورهایی مثل ترکیه مثلا یا گرجستان وزرای خارجهشون رو اعزام کردن به اینجا. از چین هم دعوت شده بود که به عنوان کسی که خب نزدیک هست به روسیه در این اجلاس شرکت کنه، اما چین اعلام کرده که در این نشست صلحی که هر دو طرف جنگ در اون حضور ندارند شرکت نخواهد کرد، با اینکه آقای زلنسکی اشاره کرده که در واقع این پیشنهاد رو داده که میتونه در دور بعدی این اجلاس روسیه شرکت کنه، اما از آغاز امسال که تاریخ این کنفرانس اعلام شد روسیه این رو پوتین این نشست رو بیهوده خوند و از اون استقبال نکرد. سوئیس هم اعلام کرد، مقامات سوئیسی هم گفتند که اگر می‌دیدن که رغبتی از آقای پوتین برای شرکت در این اجلاس هست حتما او رو دعوت می‌کردن. در کل قراره که در این جلسه 2 روزه یک نقشه راه در واقع اولیه برای اون چه که ازش به عنوان صلح در اوکراین یاد میشه طراحی بشه و بشه مرحله به مرحله به اون مرحله اجرایی که میگن برسه. ممنونم. گزارش زنده لیلی نیکفر از گرگنشتوک سوئیس از کنفرانسی که برای صلح اوکراین در جریان. سپاسگزارم. Thank you.